اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 26 آبان 1392. هشدار به مقامات آمریکایی و ملل متحد. 6 مأمور نیروی قدس در بغداد و طرح آخوندها برای تحویل گرفتن گروگانها یا سربنیز کردن آنها در عراق. مقاومت ایران در آغاز 12 هفته اعتصاب غذا در لیبرتی و کشورهای مختلف جهان و با توجه به نگرانی‌های فوق‌العاده خانواده‌ها و جامعه ایرانیان، خواستار دخالت و اقدام فوری رئیس جمهور اوباما برای آزادی گروگان هاست. به گروگان گرفتن 7 فرد حفاظت شده به مدت 78 روز از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است. مقاومت ایران در روزهای گذشته در چندین اطلاعیه خبر ورود 6 مأمور نیروی تروریستی قدس به عراق را از روز 22 آبان برای پرده پوشی جنایت بزرگ علیه بشریت در اشرف و در ارتباط با سرنوشت 7 گروگان فاش کرده است. از سوی دیگر طبق گزارش هایی که اخیراً از درون رژیم ملایان و شورای عالی امنیت آن به دست آمده است، رژیم آخوندی در معامله با مالکی در انتظار موقعیت مناسبی است تا دولت عراق گروگانها را به این رژیم تحویل بدهد یا آنها را در عراق به قتل برساند و یا در زیر شکنجه در هم بشکند. در پایان 11 هفته گروگانگیری و اعتصاب غذای ساکنان لیبرتی و ایرانیان در کشورهای مختلف، ملاقات و گفتگوهای دشخیمان نیروی تروریستی قدس با مقامات بالای حکومت عراق درباره سرنوشت گروگانها نگرانی گسترده‌ای را در مورد توطئه‌های رژیم ایران و حکومت مالکی درباره استرداد یا سربنیز کردن گروگانها دامن زده است. اظهارات شگفت‌انگیز یک مقام وزارت خارجه آمریکا در 8 آبان و همچنین تلاش برای بی اطلاع جلوه دادن و بی تقصیر وانمود کردن مالکی توسط نماینده وزارت خارجه در استماع 22 آبان عملاً هر اقدام جنایتکارانه از سوی حکومت عراق را در قدم‌های بعدی تسهیل می‌کند. ادعای این که دولت عراق در حمله به اشرف دست نداشته و یا از محل گروگان‌ها در عراق بی اطلاع است مطلقاً صحت ندارد. اسناد و مدارک زیادی برای ارائه به تحقیقات مستقل و هر مرجع و دادگاه بیطرف بین المللی وجود دارد که به روشنی نشان می‌دهد 7 گروگان همچنان در خاک عراق و تحت کنترل نیروهای ویژه نخست وزیری و پسر مالکی هستند. مقاومت ایران جزئیات را مستمراً با طرف‌های آمریکایی در میان گذاشته است، اما وزارت خارجه به دلایل نامعلوم از تحقیق در مورد این جنایت بزرگ و حتی از درخواست رسمی انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه و شفاف توسط ملل متحد خودداری می کند. بدیهی است که اگر گروگانها به رژیم ایران مسترد شوند و یا در عراق کشته شوند، بیشترین مسئولیت متوجه دولت آمریکاست که مکررن امنیت و سلامت آنها را تضمین کرده بود. مقاومت ایران در آغاز 12 هفته اعتصاب غذا در لیبرتی و کشورهای مختلف جهان با توجه به نگرانی‌های فوق‌العاده خانواده‌ها و جامعه ایرانیان، خواستار دخالت و اقدام فوری رئیس جمهور اوباما برای آزادی گروگان هاست. به گروگان گرفتن 7 فرد حفاظت شده به مدت 78 روز از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است.